اولین سوالی که دارم از شما آقای بنرود اینه که در این اتفاقات اسید پاشی اخیر در اصفهان برخی از دستگاه حکومتی تقصیر رو گردن مطبوعات انداختن که چرا شما اصلا راجع به این قضیه حرف زدید مقصر اصلی کیست آقای بنرود مقصر اصلی به نظرم تحجر بدون شک ولی اینکه حکومت هر جایی که زورش نمیرسه مطبوعات درست کنم از اون موقع که یادمه یا که نزدیک 50 سال داره میشه من روزنامه نویسی میکنم همیشه همینطور بوده یعنی همیشه یکی از نزدیکترین مرخایی که در عزا و عروسی باید سرش برید مطبوعاته وقتی هم که با نگرش حکومتی نگاه میکنیم میبینیم خب یه ذرم حق دارم به خاطر اینکه میگه حالا یه حادثه ای بود اونجا اتفاق افتاد و ما میرفتیم با دلالت و اینا یه جوری جمع جورش میکردیم شما هم می سر سرسدا این اکسپوز میشه و تبدیل به یه مشکلی میشه از داخل خارج من فشار میاره. نکنیم دیگه این کار. خب این مرغ آزار عروسی هم جدیدن زیاد میشنم اینو. یعنی هم در مقالات متفاوت در های متفاوت تلویزیونی بیشترین جریانی که در ایران الان مرغ آزار به نظر شما بله بیشتر از همه روزنامه‌نگارا هستن به نظرم میرسه تا موقعی که ما نرسیدیم به یک دموکراسی واقعی دموکراسی همه شمول و به هر حال اختناقی وجود داره و نه. سانسوری وجود داره این وضعیت هم وجود داره حالا به نظر شما جریان اسید پاشی آیا پیگیری جدی خواهد شد یا مثل جریاناتی مثل مثلا مثل قتل های زنجیره یا این قاتل های زنجیری که ما میبینیم بعضیشون رو میگیرن بعضیشون مشخص نمیشه چجوری میشه آیا این انتهای این قصه چیست آیا ما میفهمیم چه جریانی پشت این بوده در خوشبینانه ترین حالت ها باید بگم نه در خوشبینانه ترین بله. حالت بله به خاطر اینکه چرا اینو میگم به خاطر اینکه ببینید کسایی که میان و تحت تاثیر تبلیغات گاه مستقیم گاه غیر مستقیم روحانیون قرار میگیرند که دائما پشت پرده همین هفته گذشته من. دوباره یک روحانی که اتفاقا که روزنامه تهران هم انتقاد کرده بود ازش وقتی که میشینه صحنه اینطوری باز میکنه که خانم جون دکتر شدی ولان و اینا ولی برو پول تا آخر هفته بده به آقا درآمد تو بده به آقا بعد به او بگو تو به من حقوق بده چون وقتی این کارو بکنی و این بیان میکشه تا جایی که آخرش میگه که ببین توجه داشته باش حرف من گوش نکنی ده میلیون نفر الان دختر سی ساله منتظر ازدواجنا <تصفح> یعنی تهدید به این میکنه اگه این کار نکنیم او حق داره که طلاقت بده من. این نوع نگرش ها رو نوعا وقتی که شما پراکندین در جامعه تو هر جامعه ای بکنین به نسبت حالا بالا پایین داره به حال گروه هم هستن آمادگی دارن که برن اجراش کنن ام. وقتی شما انقدر به وضوح اومدی تو نماز جمعه اسفهان گفتی که خیلی هم منتظر نمونین که دیگران بیان کارتون بکنن برین کارو انجام بدین غیرتتون کجا رفته ام. وقتی شما سعید هنایری که نفر کشته بود رو با یه بیانی تعقیب کردین انگار قهرمان ملیه خب این, این پشتش یه تعداد آدمایی هم هستن که اونها میرن این عمل رو به فعل در میارن بله خب حالا شما هر چقدر بگید من با اون کار مخالفم چون به هر حال الان حکومت دست منه و من نمیخوام این کارو بکنم به حال او جزء این پیکره است و خودی رو بیش از یه اندازه‌ای نمیشه تنبیه کرد یعنی پا رو نمیشه برید پس شما فکر که کار خودیه حتما خودیه اصلا تردید نداره خودیه خیلی معتقدم که آقای روحانی درباره چنین اتفاقاتی نباید سکوت کنه و حتی آقای سروش گفت که منتظر نباشید که قوه قضاییه بیاد و بخواد کاری در این زمینه انجام بده و قوه شما به عنوان رئیس قوه مجریه باید دست به عمل بزنید و یه کاری بکنید که جریان پیدا بشه کی کرده و دیگه تکرار نشه انتظارات از قوه قضایی در ایران انقدر کم شده چرا اینجوری شد به نظر شما؟ ببینید اول اون حرف رو بگم که بزرگانم گفتن این حرف رو برای خوندم ولی به نظر من این اصلا فوق طاقت رئیس جمهوره هم قانونا فوق طاقت اوست هم شخصا فوق طاقت برای من این, این که ایشون بتونه آیروانی یا هر کسی دیگه ای در مقام رئیس جمهور بتونه علاوه بر اینکه کارهای خودش انجام میده که تو اون کارا معمولا گیره بره ضعف های دیگر رو هم جبران کنه به نظرم نه این به نظرم همچین توقعی خلاصه درست نیست اما در مورد اینکه چرا به اینجا رسید به نظرم میرسه که اصولا از موقعی که سیستم عدالت به قول مشروط خواه ادالت خانه حالا به قول امروزی ها قوه غذایی وقتی اونجا هم ایدئولوژیک شد خب طبیعت تن اینطوریست که نمیشه که توقع داشتش که قاضی که به صحنه ایدولوژیک نگاه میکنه قاضی بی طرفی باقی بمونه خب شما عملکرد کرده آی روحانی رو در این مدتی که سر کار بوده چطور ارزیابی رو عزیب میکنه؟ من شخصا به عنوان ناظر از بیرون نگاه میکنم به عنوان ایرانی راضیم در حقیقت چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنم که ایشون هم مثل هر مدیر اجرایی دیگری مثل اینکه شما اینجا باشید و خدای نکرده اینجا آتیش بگیره من. شما اولویت بندی میکنید یعنی اول فرضتون برای میشه که منبع اول آتیش رو شناسایی کنید بعد اون منبع رو خاموش کنید این وسط ای کسی بیاد بگه مثلا شما پای منم لگت کردین یا این صندلی رو اشتباه انداختید و اینا اینا هم دیگه مسموع نیست تو اولویت بندی های این کار واقعش این است که در سالی که انتخابات برگزار شد آقای روانی شد رئیس جمهور انقدر فاجعه بزرگ بود در هر سوراخ و ایش فارغ از این که ماها از امنجاد و دولت او خوشمون نمیمد او یه جوری رفتار میکرد که ماها خوشمون نیاد یا ندانسته این کار میکرد اصلا فارغ از اون اصلا فکر کنید که یه دولتی بوده است که اتفاقا یه جوری رفتار میکرد که من شما خوشمون میمده اون چی که ازش باقی موند یعنی به هم ریختن یک سیستمی که به هر حال در فشردگی خودش داشت کار میکرد اینو به هم ریختن تعطیل کردن سازمان برنامه و بقیه جا و بقیه کاری که دیگه لازم گفتنی سهم میدونن این اصلا شرایط در مملکت وجود بود که احتمال فروپاشی وجود داشت همین که آی روحانی اومد سرکار کار حالا فشارهای خارجی رو شما داشته باشین اقتصاد داشته باشین تحریم بود همه اینها با همدیگه دیگه اضافه شده بود و هیچ جایی روشنی دیده نمیشد فقط کافی بود که تو اون فضا نفتم قیمتش پایین می اومد همین که شد که فاجعه میشد بنابراین برای یک کسی مثل آقای روحانی فرض بر این بود که اولویت یک سیاست خارجیه مه. که توی اون اولویت یک پرانده هسته و بعد میشه دو سه چهار پنج شیش همینطور میره این, این دو سه چهار پنج شیش ها ما راحت میگیم ها وقتی بحثش پیش میاد خیلی تند میشه فضا میریم تو بهداشت بهداشت چند میلیارد پول میخواد بخواد که دوا نیست و فلان اینا اونجا میاد میریم تو محیط زیست این رودخونه ها و اینا همه خوش شده نام صدا همه بیکار مونده اینا, همه در حالت استرالی چراغاشون قرمزه اینا رو اولویت بندی کردن خیلی کار ساده است اگر یه موقعی من و شما بشنویم که تو این اولویت بندی مسئله حقوق بشر و مسئله عدالت و مسئله پر کردن جای خالی قوه قضایی ایدولوژیک شده جز این اولویت ها نیست تعجب نداره نه فکر میکنه اولویت اول هسته است برای آقای روحانی حتما آره بعد فکر میکنید که این داستان هسته ای بالاخره ماجراش چی میشه حل میشه حل نمیشه ببینید من یه مرتبه دیگه هم این رو گفتم جمله از دیدگاه دی 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 خودم جمله تکراری است ماجرای هسته ای نه اونطوری که بعضیا تصور داشتن که اصلا غیر قابل حل نه اونطور که بعضیا بعدا بهش رسیدن که فکر کردن که دیگه حل شد و اون پشت زدوند شده و آقا خامنه‌ای با اوباما و فلان اینا قضیه حل شده، چون این دو نیست. واقعیش اینه که کار داره چنانکه کارم داره دارید میبینید که همینطور میره کار انجام میشه هنوز انجام میشه؟ هنوز به نظرم میرسه که بدون یک عامل خارجی بیرون از این پرونده بس. ماجرا به فلیپر به نقطه آخرش نخواهد رسید یه چیزی بیرون از این پرونده احتیاج داره روونش کنه یعنی چی؟ نظرتون از عامل خارجی؟ یه عاملی مثل داعش، مثل نیاز جهانی به اطلاعات ایران برای سرکوب داعش اگر واقعا سرکوب داعش موضوع اصلی باشه که به نظر میرسه هست اون وقت عاملی که میتونه این سرکوب رو خیلی فراهم بکنه اطلاعات ایرانی یعنی دنیا در حقیقت وارد میدان مینی شده که نقشش از ایرانه پس فکر میکنی که به وجود آمد به نفع ایران شده میتونه امتیاز باید. فقط اونجا نیست حتی اوکراین هم اگر که به وضع خاصی باهاش روبرو شد میتونست به نفع ایران بشه و این یه جسارتی میداد به شوروی که مقدار مقاومتی که نکرد اونجا بکنه یعنی <applause> شما فکر میکنید که در مقابل امتیازی که ایران به خاطر کمک در سرکوب داعش میتونه که بگیره از اون طرف میتونه آمریکا امتیاز بده به ایران سر ماجرای هسته اون وقت اسرائیل چی میشه اسرائیل فکر میکنین قبول میکنه نا. و همه اینا چیزای پیچیده است یعنی آره. اینا همه چیزای اصلا خو... اصلا شما اسرائیل که عامل بزرگی دارید میگید این وسط اسرائیل بزرگیه قویه تو دنیا ترکیه رو بگید به تنهایی ترکیه مخالفه عربستان سعودی مخالفه اینا هیچ کدوم صفر نیستن توی نقشه جامعه ولی چون سرانجام به نظر میرسه که آقای اوماما یا هر کسی که در کاخ سفید نشسته باشه به نظر من احتمال در غلط باشه به نظر برسه که منافع خودش رو باید محافظت بکنه از بین این سناریوهای مختلفی که وجود داره سنای ایران سناریوی ترکیه سناریوی عربستان سعودی و از بین اینا اون چی که بیشتر امریکا رو یعنی دولت امریکا رو به مقصود خودش نزدیک میکنه سنایی ایران ایرانه پیشبینی قطعی شما اینه که به نتیجه خواهر از به اعتمال زیاد به نظر رسید. ای این یعنی یه پیروزی بزرگ برای روحانی پیروزی بزرگ برای روحانی رو بذارید نگیم الان چون به هر حال شما حتی اگر فرض بکنید که رفتید و یه بانکی رو زدید مثلا باز خیلی مهمه که بعدا سر این چیزی که از بانک به دست آوردی چیکار میکنید ام. چون یه ذره باهاش بد رفتاری کنید شما فکر میکنین چه بکنن با این بانک زنی این همه این, دف... این یه دفعه یه عالم امکانات به وجود میاد برای دولت ایران با این امکانات چه خواهد کرد و مردم این وسط بجن من به نظرم میرسه که یک کاری رو که نکردیم انقلاب شد یعنی در 50 شرایطش فراهم شد این بار بهتر است که مدیران ایران بکنن اون کار و اون عبارت از اینه که وقتی که با تحمل مردم پیروزی های بزرگ به دست آوردن در صحنه جهانی که در این مورد خاص که ما داریم صحبت میکنیم اشاره به این است که به حال شما از دهان مردم زدید سیاست خارجی رو پیش بردید که بالاخره دستش تو حزب الله لبنان هست تو سوریه هست تو عراق هست تو جای مختلف دیگه اینا که بدون هزینه که نیست که به. خب وقتی اینا رو همه رو دست آوردید حال رسید برنده شدید حالا برنده شدید با این چیکار میکنید غرورتون بیشتر میشه سر به سر مردم بیشتر میذارید یا وقتی که این اتفاق افتاد شروع میکنید تاره با مردم دیل کردن و کارهای عقب افتاده ای رو کردن یک بار من این تعبیر رو توی مقاله به کار بردم دست کم آقای رو خیلی عصبانی کرده بود و اون این که گفته بودم که ما یه داریم از اول انقلاب که بود آزادی استقلال در زمان جنگ چون استقلال در خطر بود آزادی رو نگرفته گذاشتیم الان جنگ تموم شده بنابراین قسمت دوم آوردیم بنابراین اینو باید وصول کنیم دیگه جنگ تموم شده با. باید وصول کنیم اینو دیگه الان در مورد این همینطوره فکر کنین که این قائله تموم شد وقتی قائله تموم شد موقعشه که شروع کنیم با مردم تعامل کردن تعامل کردن با مردم که میگیم مخصوص همه مردمه. نه اون بخشی از مردم که با ما نزدیکن یعنی جامعه الان خطر عمدهش این است که جامعه دو قطبی شده و شما نمیتونید به یه قطب جامعه امتیاز بدید و مهربانی کنید و اینا و اینو به حساب کل مردم ایران بذارید این این اتفاق اتفاق غلطی است که ممکن اصلا عامل اصلی رو منحرف کنه برد. بیشتر حکومت ها اینجا منحرف میشن نظرتون راجع به استایل آقای روحانی چیست آقای روحانی گفته میشه که با یک عالم لابیگری پشت صحنه تونست بیاد و قدرت رو به دست بگیره و هنوز هم هر مشکلی که در ایران به وجود میاد انتظار وقتی میره از آقای روحانی که بیاد مثل کسی که مقایسه میشه باهاش یعنی آی خاتمی که اوشون هم تند رو نبود این که بیاد راجب مسائل علنا صحبت بکنه ولی ایشون نمیکنه این کار رو و هنوز داره پشت پرده کارهایی رو انجام میده انگار که پشت پرده کار کردن استایل آی روحانیه آیا فکر میکنید که این در عمل موفق خواهد بود آی روحانی در به هر حال احتمال موفقیت آی روحانی از این زاویه که داریم میگیم بیشتر از آی خاتمیه به خاطر اینکه به هر حال آی روحانی برای اون تفکری که مزاحم این نوع پیشرفت ها هست خودیه و آی خاتمی خودی نبودی جد. حالا شما در مقایسه دوران آی خاتمی و آی روحانی یه سه چیز مشترکی میبینید مثل به وجود آمدن تندروها یا این حرکت های اسید پاشی که داره میشه و اینها کلا اینکه یک قسمتی از جامعه یه دفعه رادیکال میشه این خیلی شباهت داره به دوران آی خاتمی و شاید شباهت و تفاوت های دیگه شما بتونید پیدا بکنید بارزترینش کدوم هست به نظر شما ببینید تفاوت که خب خیلی زیاده به همون نسبت تشابهاتی هم وجود داره یکی از مهمترین چیزهایی که تو تشابهات وجود داره اینه که به هر حال تجربه سال گذشته هست دیگه یعنی نمیتونی شما بگین که تجربه گذشته رو من که بعدم میام حالا فارغ از اینکه احمد نشادم یا آقای روحانی هم ندیده میگیرم حال هست شما تجربه کردید سر ماهواره شکست خوردید و حالا چه احمد نشاد باشید چه آی روحانی باشید بالاخره اون شکسته تجربه است براتون دیگه یعنی سعی میکنید اون کار رو نکنید یه اشتباه جدیدی بکنید نه. یا اینکه در زمان دولت اصلاحات به این نتیجه رسیدید که در بعضی از زمینه ها تند کردید مثلا فرض کنید بعضی از استاد طلب منتقدن اینطوری اصولا یه تضادهایی رو با رهبری به وجود آوردید یا حرفش زدید یا گفتگوشو کردید یا بدون اینکه لابی کنید رفتید حلش کنید در حالی که هنوز حکومت یعنی دولت برای ماندگاری خودش نیاز به او داشت و این هم فقط با آقای خامنه ای نکردید با آقای هاشمی هم کردید خب میشه تجربه دیگه پس بنابراین دولت بعدی سعی میکنه این تجربیات رو نکنه چون حالا به چیزایی رسید یه ذره است از اون که در دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد حالا که فکر میکنم یه چندین سالی است که از ریاست جمهوری آقای خاتمی میگذره شما به نظر شما جایگاه ایشون در سیاست ایران کجاست الان خیلی جایگاه بالاییه من شخصا معتقدم که اولا ما رئیس دولت و حتی رئیس حکومت انقدر فرهنگی پیدا نکردیم یعنی از زمانی که مشروطیت شد تا بعد آدمای فرهنگی داشتیم ها. مثلا مشیر دولت نخستی داشتیم امیر عباس سویدا داشتیم بله اینا هم آدمای روشنفکر یعنی فکر می‌کنی از هویدا هم آقای خاتمی فرهنگی تر بود آقای هویدا از دید من که خبرنگار او بودم و از نزدیک او رو می‌دیدم سال‌های سال تا از تقریبا از زمان نخصت شروع نخستیش تا پایان این 12 13 سال خبرنگار بودم و جای مختلف دنیا باش سفر رفتم اینا تقریبا از نزدیک می‌دیدمش آقا بیشتر یک روشنفکر فرانسوی بود و کمتر خیرخواه ولی در این حال نسبت به بخش عظیمی از جامعه بیخبر آقا ویدا فرانسه فکر میکرد ده. آیا خاتمی روشنفکر ایرانی بود یا عربستان؟ خاتمی روشنفکر ایرانی است به دلیل اینکه اصولا روشنفکر ایرانی بدون فرهنگ شیعی معنی نداره ده. چون وقتی معنی پیدا بکنه اون وقت همون چیزی میشه که ازش تو تفهیم روشن فکر غرب زده الگوهای غربی اینا میگیم <غ struggles> الان یه چیزی گفتیم که باز <سؤالبع> سکولارا قراره که فوش بدم شما روشن فکر ایرانی حرف گنده زدیم ولی که روشن ایرانی که شیعه نباشه معنی نمیده اینجوری گفتیم تو خونمونه تو خونمونه تو یعنی حتی رفتارهایی که داریم که بعضی از اون رفتارها رو دست کم وقتی یه جایی تو فیسبوک قرار میگیریم خیلی نفی میکنیم اینا ولی تو زندگی شخصیمون خیلی نفی نمیکنیم آقای شما خب شما مثلا کتاب های تاریخی زیادی نوشته دارید و فکر میکنین که حالا در مورد مشخصا آقای خاتمی تاریخ چجوری قضاوت میکنه راجع به آقای خاتمی من امیدوارم البته خب بالاخره هر, هر کی هم میگه که میدونیم تاریخ چیکار میکنه غلطی است ما چه میدونیم تاریخ چی چه بعدا چه اتفاقاتی تو دنیا و اینا ولی من من امیدوارم که در جریان تطور تاریخی ایران یعنی سیر رشد ایرانیا این سهم و نقشی که آقای خاتمی پیدا کرد و داشت و برش پافشاری کرد اون به اندازه کافی خودش نشون بده به نظرم میرسه تا اندازه زیاد نشون میده خودش این توند رو در ایران و مسئله حجاب برای من خیلی جالب شده واقعا نه اصلا مسئله حجاب و جوری که جمهوری اسلامی حجاب رو همیشه به عنوان یک احرامی قرار میده شما از اول انقلاب از زمانی که در مثلا در مجله تهران مصور می نوشتید با برخورد تند کمیته ها و تند ها مخالف بودید همیشه کلا مسعود بهنود یک روی بوده در مورد چرا سه دهه بعد از انقلاب هنوز فکر میکنید که از دیدگاه مسعود بهنود میان رو حجاب مسئله است برای جمهوری اسلامی به اون که باید برش مسئله باشه چرا؟ مسعود بیندای نسل جدید آه. که هستن هم باید به همون اندازه من در سی سالگی دوچاری مشکل باشن چرا که یه اعتقادی وجود داشت که ما اون اعتقاد رو نمیپسندیدیم قبول نداشتیم این اعتقاد سی و هفت سال الان قدرت در دستش بوده آه. و سی و هفت سال میلیاردها دلار پول نفت رو هم تزریق کرده به همین ایدولوژی با. تو بسترهای مختلف شما بودجه سالانه کشور رو وقتی که برید یه شوخی توش وجود داره به اسم بخش فرهنگ و هنر که مثلا بودجه دو تا وزارت خونه است ولی نه به این توجه نکنید به تو دیتیلش بعد با. می‌بینید که تو هیچ بودجه‌ای یه سهمی برای این کار یعنی برای چیزی که اسمش تهاجم فرهنگی اینا گذاشته شده نیست که نباشه ام. همه دارن وقتی جمعش بکنین به نظر این چیزی میشه اندازه بودجه دفاعی ام. این مقدار در سی و هفت سال خرج کرده باشید برای اون تفکری که یا روسری یا توسری بود و ما باش مخالف بودیم اه. تو این سی و هفت سال ما غیر از اینکه پیر شدیم اتفاق دیگه ای برای اون نیفتاده یعنی نه نه بودجه تزریق شده به این طرز تفکری ما هست دنیا متوجه ایران شده ذره به این موضوع توجه کردیم بنابراین نه یه مبارزه نابرابری رو با هم دیگه پیش بردیم بنابراین اونها اگر هنوز سر اون جایی وایسادن که بودن یعنی یا روسری یا توسری به نظرم اصلا عجیب نیست هیچ عاملی که اونها رو زیر فشار قرار بده که از این قضیه عقب نشینی کنن نیست یک جای عقب نشینی کردن به خاطر مقاومت خانم ها اون هم شاید بشه گفت تنها جایی است که جمهوری اسلامی به یک عقب نشینی تن داده همین گروهی که بیشترشون الان هستن نه همشون ولی بخش عمدهشون همیشه معتقد بودن که زنای ایران با چادر سرشون بشه به هر حال اونا رفتن و تا اونجا رسیدن که جامعه رو با همین ترکیبی که داره دارن تعامل می‌کنن. مسئله دیگه که در ماه اخیر می‌دونیم که تمام ارکان متفا... متفاوت حکومت جمع شدن و تمام تمرکز خوش گذاشتن که قوانین رو تصویب بکنند که مردم بگن آقا چی بپوش چی نپوش امر معروف و نهی از منکر و مسئله به زور مردم رو بهشت بردن و این حرفاست آیا فکر میکنه این موضوع انحرافیه واقعا مسئله مم. برای اینکه مسئله الان خود حکومت این نیست مسئله مردم این نیست و آیا چرا یه دفعه همه دست, دست به دست هم دیگه دادن میگن آقا از این به بعد باید اینجوری شود و آنجوری شود و نتیجهش میشه یه چیزایی مثل اسید پاشی و رفتارهای تون روهای اینطوری یه تحلیلی وجود داره که به نظر ماها تحلیل غلطی است ولی به حال تحلیلی وجود داره و اون تحلیل هم طرفدارایی داره و اون تحلیل عبارت از این است که این داعشی که دارید می‌بینید در همه جای دنیا امکان رشد داره در همه جای دست کم خاورمیانه اینطوری حالا نمیگیم که تو لندن هم داره تو مثلا اروپا هم داره حالا اینا موضوع ما نیست ولی به هر حال یه موضوعی اکسپوز شده باز شده رونمایی شده که از اون زیر اومده بیرون و بنابراین یه واقعیتای توش پیدا شده خود ماجرای مصر رو دست کم نگیریم مصر سرزمین قرص و محکمی است ولی تونس بالاخره اخوان موسوی اومد رفت صحنه و بعد بالاخره با یه ذره اشکالات قانونی جلوش گرفته با. شد مگه در ترکیه هفتاد سال بعد از اومدن آتا ترک بالاخره کسی اومد سر صحنه که خانمش چادر چادر نه سفت و سخت سرش میکنه اینا نشانه دیگه این نشانه ها رو بعضیا اینطوری تحلیل میکنن که ما گول غرب رو نباید بخوریم گول این به ظاهر متمدن نمایی رو نباید بخوریم مواظب اون زیر باید باشیم ام. و بنابراین شروع میکنن برای اون کار قبلا پاد زهرایی رها کردن اینکه یه مرتبه آقایون یادشون افتاد که باید این قضیه رو جدی بگیرن و هجاب برتر و بیلبورد درست کردن و تفکیک جنسیتی پیش کشیدن و به صورت امر معروف و اینا رو پیش کشیدن به نظر من ناشی از این تحلیل است. شما آیه بهنود الان بیشتر از ده ساله که دیگه کاملا مهاجرت کرد ده سال دوازده فکر میکنید با همه این بدبینی که نسبت به مطبوعات اهالی رسانه وجود داره امکان بازگشت روزنامه نگاری شما به ایران حتی به صورت دائمی نه حتی مثلا سفر کنید برید و برگردید به وجود خواهد آمد در دوران آقای روحانه یه نه شخصی میگید یا اینکه که شخصی نوعن میگید جفتش من جفت شخصی که شخصی که به نظرم نه یه همچین نه, نه همچین دعوتی کسی از ما کرده نه یه همچین دردسری چه من چه طرفین دیگه شنیدم که جایی هم این سوال به طور مشخص از رئیس دولت پرسیده شده ایشون هم به شوخی گفته است که به شوخی جدی گفته که اون خودش بهتر از من ما میدونه که کی شخص شما بله. شنیدم اینو <تصرف> ولی به هر حال این حرف شدم خب حرف غلطی نباشه به هر حال منم تشخیص دارم تو خب میشه حد زد ولی اگر الان ایران بودید محدودیت زیادی داشتید برای نوشتن با توجه به فضای الان روزنامه‌نگاری که ما می‌بینیم اما الان شما در لندن تو بی بی سی برنامه اید خودتون رو دارید مروری بر مطبوعات پخش میشه هر شب به خونه میلیون ها ایرانی میرید از این از این طریق من فکر میکنم که اومدن شما خارج از ایران به روزنامه نگاری مثل مسعود بهنود فضای بیشتر و مخاطب بیشتری داد و بهتر برای شما که الان تو لندن هستید نگی اینو به خاطر اینکه به نسبت آره، مخاطبانی اگر که دنبال شما اگر من برای شما ادعا کنم که همه وجود آدمیزاد وظیفه عمومی شما باور نکنید این حرفو به آدمی زاد یه مجموعه پیچیده است به حال منم برای مادرم دارم تنگ میشه از لحاظ کاری آره. من میگم حالا آره نظر کاری نه ببینید من روزنامه نویسی رو اصولا تحلیل و نظر نمیدونم همین گفتگوهایی که الان من شما داریم میکنیم رو اینو روزنامه نگاری نمیدونست یعنی خودم در مقام روزنامه نگار نیستم که این بره. حرف حرفو میزنم شاید به خاطر سنم یا شاید تجربه و اینا جایزه که شما از من سوال کنید منم جواب بدم تحلیل به نظرم این کار تخصصی است که باید متخصص این کار بکنه کارشناس داره و اون کارشناس روزنامه نگار نیست الزامه روزنامه نگاری کار دیگه است که اگه بخوام خیلی خلاصش کنم استریلش کنیم گزارش نویسیه مم. که مصاحبه هم میاد توش این روزنامه نگاریه به نظر من وقتی روزنامه اینطوری نگاه کنیم که من اینطوری نگاه کردم و اینطوری هم به بچه ها یاد دادم و اینطوری هم خودم خونده هم اون وقت نه دیگه روزنامه‌نگاری خارج از اون جایی که واقع توش اتفاق میفته نگاری نیست دیگه روزنامه‌نگاری از راه دور که نداریم که نداریم واقعا نداریم. پس این همه روزنامه‌نگار ایرانی بیچاره مهاجر و اینها که خارج از ایران دارن کار میکنن دارن چیکار میکنن فشار مضاعفی تحمل میکنن به همین جد گزارش نویسی به حد فجیعی پایین اومده تحلیل به اندازه عجیب و غریبی بالا رفته تمام فعالیت های سیاسی متوقف شده همه فعالان سیاسی شدن تحلیلگر های رسانه ها رسانه ها فعالیت سیاسی وجود نداره در خارج از کشور چند میلیون نفر آدم وجود دارن در داخل کشورم کمابیش هم تو را میلیون وجود دارن اصلا فعالیت من فعالیت حزبی صورت نمیگیره فقط یه سری گفتگو و اظهار نظر تو رسانه ها رفته آمد داره یعنی اصلا اصولا فعالیت سیاسی منحصر شده به این به همین جهت هم کل فعالان سیاسی رخت کشیدند آمدند توی مدیا و در این وجهش مثبت چون دنیای اخیر دنیای شفافیت و این در دنیای شفاف زندگی کردن به جای اینکه بریم اون زیر حزب سال نیست درست کنیم بهتر است بیام با هم حرف بزنیم یارگیری کنیم گرچه اون دومی صورت نمیگیره الان دیگه بنابراین یه جابجایی صورت گرفته که به حال این طبیعی نیست یه موجود ناقص خیلی که تقصیر عمدش هم روزنامه‌نگارا نیستن روزنامه‌نگارا ها اتفاقا دارن در خارج از کشور یه سعی ای به کار میبرن زیر فشار بدون امکانات بدون حالا باتیه با حالا اینا هم اینا هست با. ولی بزرگترین ضربه‌ای هم که بهشون میخوره اینه که از اون جایی که باید شما موضوعتو بگیری و سوجتو بگیری دارید دست دوم میگیری این تصور که اینترنت همه مشکلات رو حل کرده و ما حاضر شده ایم در صحنه تصور کاملا غلط و خطرناکی است همانقدر غلط و خطرناکی که فکر کنیم که همه چیزهای عالم تو سرچ گوگل هست که نیست بنابراین اینها در حالی که بسیار کمک میکنه به آدم م. که بتونه یک نوعی به حال خودشو اداره بکنه در این حال بزرگ نمایش در حد اینکه انگار ما رو بیفایده کرده از رفتن سر صحنه به نظرم کاملا خطرناکه حالا در مورد خودتون شخصی اگه بخوایم که تجربه شما به عنوان یک روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی و استاد خیالی از روزنامه‌نگارهای ایران این نگاه کردن به سوژه از این فاصله به این دوری در مورد شما چه پرسپکتیوی بهتون داده آیا فکر می‌کنین که براتون جالب شده یا اصلا فکر میکردین که این نوع نگاه به سوژه بشه کار کرد اصلا به این ترتیب خب دیگه آدم وقتی که توی شرایط خاصی گیر بیاره شروع میکنه اختراع کردن دیگه همه, همه همین جوری درست میشه اصلا ای این سروایو شما به خاطر اینکه شما وقتی که میخواید نقاشی یه معماری خونه ای رو بکشید شما بهتر میدونید مشهور میگن باید یه نمای داخلی داشته باشه یه نمای بیرونی و این نمای بیرونی نرشب. این دوتا بدون هم دیگه نمیشه من. یعنی هم نمای درونی به تنهایی نمیتونید ساختمونی شکل بده هم نمای خارجی به تنهایی نمیتونه شک بده ما الان نمای درونیمون از دست دادیم رفتیم بنابراین داریم کار رو با ت... تجربه و تخصص و آگاهی و اینا حل میکنیم من شخصا یه گوشه باریکی رو بر خودم تعریف کردم گفتم من چون 50 سال تو این حرفه بودم بنابراین من این حرفه رو دارم به عنوان تخصص خودم دنبال میکنم یعنی روزنامه های تهران رو میخونم روزنامه های تهران توش دقیق میشم بچه تهرانی که بالاخره همکارای من بودن یا نسل بعدی از منم میشناسم ایشون بنابراین زیر و بمشون نمیشناسم من فاصله این این فضا رو برای خودم به عنوان فضای تخصصی جدید تعریف کردم ولی من خبرنگار اجتماعی بودم نمیشد این کارو کرد کتاب در دست نوشتن داره جناب بله من چند تا کار بسیار مشکل برای خودم از سالهای پیش تعریف کردم که در این سالهای دوازده سال اخیر خیلی جلو نرفته یکی اینکه من سالهای سال روی زندگی آرتیست بود فردوس کار کردم و به عنوان یکی از دوتا شخصیت فوقلاده عجیب تاریخ ایران کردم ادعام این هستش که بیشتر از هر چیز دیگه که تا حالا خوندم نزدیک شدم به شناخت شخصیتیشون و به نظرم میرسه که اگر اون رو پیاده کنم و بنویسم یک کاری باشد که انجام شده است بر عهده خودم شناختم که این کار رو بکنم حالا غیر از اینکه بالاخره کارهای دیگه هم قصه به حال من بیشترین کاری که مورد علاقه من نوشتن قصه است و سه چهار تا قصه هم ولی شد این راجب کتاباتون در ایران و به این قصه و این سبک نوشتاریتون صحبت می‌کنیم. ولی کتاباتون در ایران قرار بازنش بشه برای اینکه آیه وزیر ارشاد خیلی پوز میدن جایدن که ما محدودیت ها رو برداشتیم آیا شده خبر دارید که کتاباتون چاپ شده؟ من هم بعضی از کتاب من 16 تا کتاب دارم 16 تا کتابی که مجوز داشته است و منتشر می و معمولا هم از جهت به صلاح قوانین یا منهیات چیزی نبود طبیعتا من نه نب... چیز مستجم می نوشتم نه مثلا اینقدر سیاسی تون هستش و به خصوص قصه ها که به نظر می رسید دلیل نیست. یه چند منم شنیدم که منتشر شده ولی به هر حال گسترش و توضیحش بیشتر از دوره آقای احمدی که قاچاق بود می شودش نیست حالا وضع روزنامه‌نگاری در زمان آقای احمد نژاد و الان رو چوری بررسی میکنه شما ببین در زمان آقای احمد نجات به دلیل تزادایی که او درست کرد به خصوص در دوره دوم دولت احمد نژاد فضای نگاری از حالا یه ذره بازتر بود الان بازتره به دو دلیل بازتره که به دلیل اینکه خود جامعه خود روزنامه‌نویسا به اندازه زیادی احتیاط و مصلحت اندیشی به خاطر اینکه حل ماجرایی که دولت به گرفته مهم بینه و احساس می‌کنن اگر که دو سه ماهی چیزی رقم خب یک طرح اخیراً به نام طرح جامعه رسانه‌ای به مجلس برده شده که خیلی‌ها میگن که فاتحه مطبوعات و روزنامه‌نگاری رو خواهد خوند تبدیل میشه به یک نهاد پیچیده که عملاً روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید همه برن از دولت کارت شناسایی خبرنگاری بگیرن یعنی دولت تشخیص میده کی خبرنگاره کی نیست نظر شما در این باره چیست؟ من 50 سال این ماجرا رو میشنوام به شکل شخ... به, شخ... به شخ... مختلف فقط هم مربوط جمهوری اسلامی نیست ببینید اصولا داستان قضیه از اونجا شروع میشه که NGO به. به معنی که مورد نظر شما هست اینو این, این دولتایی که ما داشتیم و داریم نمیپسندن مه. به همین دلیل سندیکار نمیپسندن به همین جد اتحادیه نمیپسندن به همین جد قانون به همون دلیلی که قانون وکلا شما این روزا موضوعه نشده به همون دلیلی که کانون نظام پزشکی که به نظر میمت هیچ مشکلی نداشته باشه ولی مشکل پیدا کرد و رفت اونجا که به حال الان نیمه دولتی شده است به همه این دلائل روزامنگاری هم از این شرایط جدا نیستی زرم حساس تری اتفاقا در این دوره یک کسی به عنوان معاون وزارت ارشاد انتخاب شد که هم دوره روزنامه نگاری داشت بیست چند سال روزنامه نگار بود چند تا روزنامه درست کرد و روزنامه خوبی هم بودن. یعنی روزنامه بدی نبوده مثل جامعه جمع و یک دوتا روزنامه دیگه و به این اینکه سالهای سال هم نماینده مدیران روزنامه ها بود در هیئت نظارت بر مطبوعات یعنی همونجا که تعطیل میکنن یا نه در این دوره ها هم از خودش تصویر تند و تیز بدی باقی نگذاشته بود واقعش اینه به همین دلیل این امید به وجود اومد که در این دوره بشود مثلا انجمن سنفی باز بشه یا چه و چه و اینا اینها همه به نتیجه نرسید و سرانجام این تری که اومده هزار تا اشکال متخصصین ازش میگیرن که یکیش هم همینه که شما میگین دولتی کردن بیش از اندازه کار ولی یه چیزی بدون کلا به شما میگم تا موقعی که شما در شما که میگم مقصد مردم ایرانه تا موقعی که تو هر زمینه ای شما منتظرید که دولت بهتون یارانه بده یا دولت بهتون کمک کنه و بدون کمک دولت که بخشش دولت به حساب میاد نمیتونید سر پا وایسید و نمیتونید برید این هم که او بیاد براتون نظم قاعده بذاره کارت شناسایی صادر کنه عجیب نیست و ب... بنابر حرفی که شما میزنید پس روزنامه نگاری به شیوه غربی که الان خیلی مد شده در ایران و خواهان داره یعنی روزنامه نگاری که قرار بالانس باشه ابجکتیو باشه و اینها هیچ وقت نخواهد شد برای اینکه یک دولت هیچ وقت نمیاد همیشه خواهان اینترست و چیزایی که براش جالب است اینکه تزریق کنه به جامعه دست که من توی 50 سال ندیدم اتفاق بیفته و اگر یه دوره های نزدیک شد که بیشترین دوره همین دوره های خاتمی بود که نزدیک شد بلافاصله جناه حافظ اصلی که خودش حافظ اصلی نظام میدونه اون اومد خب میدونی که زمانی 200 نفر مار کرد زندان و بعد هم یه حد با هم دیگه تحتیل کرد و اسمش گذاشتیم تعطیل توقیف فلعی بله پس اینا راست میگن که روزنامه ها وابستن همه ها؟ از نظر؟ از نظر سیاسی نه 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 این, این طور نیست یعنی روزنامه ها همونقدر وابستند که هر کسی دیگه که تو ایران نفس میکشه و بنابراین داره یاران نفت و میخوره و بنابراین وقتی یه رئیس جمهوری میاد زندگیش بد میشه یه رئیس جمهور دیگه میاد خونش قیمتش میره بالا یه یا جمهور دیگه میاد خونش قیمتش میاد پایین به هر حال آدما توی فضای دارن نفس میکشن ام. این فضا هم 80 درصدش اگر بیشتر از این نباشه دست دولته م. که در اصلی اصلی مملکتی که نفت باشه میگیره و بنابراین نشسته سرش داره توضیح میکنه این مردم م. طبیعتا مردم همه گیرندگان این یارانه هستن یارانه های به انبای مختلفو میگم maksudم یارانه های نقدیه عملیات دو تنو این نیستش روزنامه نویستان از این قبیله دور نیستن نه من اتفاقا روزنامه نویستان رو در ذات خودشون کل قبیله روزنامه نویستان روزنامه نویستان اصلا دست راستی رو دارم میگم کسی که تا خورداد ه و به ما بدترین عنوان رو داد الان شده آقای نوریزاد نه و این روزنامه نگارا بیش از هر گروه دیگه ای به نظر من چنانکه که خانم های فعال هم همین وضعیت رو دارند بیشتر از بقیه خودشون رو چسبیده به این خط قرمز نگه داشتن نه. و این موندن زیر این خط قرمز چسبیده به این خیلی جای خطرناک نه. و جای بدی است برای زندگی کردن و از انبا اقسام فشارا به خودش داره ولی به حال این کردیت رو این امتیاز بهشون داد که از زیر این خودشون جدا نکرده یعنی برای باقی موندن اونقدر آوانسای زیاد ندادن آقای فرج سرکوی کتابی نوشتم به نام یاس و داس و راجع وابستگی روزنامه‌نگاران صحبت کردیم و در رابطه ارتباط شما با آقای رفسنجانی نوشتند و اثر دیگر چرا با آقای رفسنجانی ارتباط داشتید و دارید و دارید آقای بهنوت با مرز سر شما بگم که من خیلی از این آقایون دیدم خیلیشون دیدم از آیونی که حالا به قدرت رسیدن یا نه چرا پول میگیری آره، <applause> که بر... من آقای عاشمی ندیدم تا حالا اصولا دیر هم بود که متوجه شدم که آقای آشمین یه ذره نسبت بقیه پراغماتیستره و بنابراین این، اینطوری نگاهش کردم یعنی او رو آدم پراغماتیستری دیدم نسبت به بقیه ولی هم در اون زمان نوشتم هم الان خدمت شما عرض میکنم اگر ده ساله اول انقلاب توش مسائل بسیار بزرگی گذشته بیش از هر کسی سهم آقای هاشمیه یعنی آقای هاشمی هیچ سهمش کمتر از آقای خامنه ای نیست در اون چکه که اتفاق نوع اداره یعنی عقلاندیشی داشتن طبیعتا بخش دیگر رو پاک نمیکنه من اتفاقاً یکی از اولین کارها و پرسر ترین مقالاتی که نوشتم سال به هم، همون موقع بود که به زندان افتادم چند ماه قبل از زندان بود عنوانش بود بلند شدن به موقع سر میز و به آقای خاطر آقای پیشنهاد کردم که بعد از سر میز بلند شید شما و در اون زمان به شدت برخورد به چیز اما این چیز به شما بگم فرج حرفی که میزنه غلط نیست در همون موقع هم که کتاب فرج منتشر شد نوشتم این رو یعنی فرج برادرانه داره این حرف رو میزنه منتها فرقش این بود که موقعی که فرج بود در داخل ایران و آدینه منتشر میشد انگار این میان روی من یه امر خوبی بود چون این ذره عمر میداد به آدینه آره اون موقع میان روی شما حالت اصلاح طلبی هم داشت حتی آره بعد موقعی که فرج اومد بیرون به همین جد من در جواب یاس فرج نامه فرج نوشتم خطاب به بیرون کشوریا گفتم این فرج فرجی که من تو فرودگاه من و یه نفر دیگه ما دو نفر فقط بودیم که جرعت کردیم فرج بیاریم تو فرودگاه که خارج کشور تو اونجا ازش جملات محبت آمین شنیدم این اون نیست یعنی من تا موقعی که تهران بود اون هم چیزی از من فکر نمیکرد این اطلاعات در بیرون بهش داده شده اگر, اگر اطلاعاتی وجود داشته باشه ولی به هر حال من مطمئنم که او از سر دشمنی نمی گفت حرف رو نگفته است تردید ندارم ام. او داره درباره واقعیت صحبت میکنه موقعی که شما گرفتاری خاصی پیدا میکنید موقعی که ما در آستانه قتل های زنجیری بودیم موقعی که ما بیسی نفرمون داشتن از اتوبوس مینداختن پایین که در همه اینجا همه هم با هم دیگه بودیم خب طبیعتا هر کسی بنا به خسرت خودش یه جوری رفتار میکنه ام. یه کسی اون سعی میکنه همون موقعی که اون حادثه ارمنستان اتفاق افتاد ام. تو بالای گردنه حیران که بودیم یک دو نفر از جمع رفته بودن این سعید راننده رو بزنند یک دو نفر هم مثل من معتقد بودن که خب این که آخه چاره نیست این چی بزنیمش ولی خب بالاخره داشت آدم ها رو میکن بله بله نه بالاخره نه چیز یکی از پهله اون ما حمله برد ولی بقیه همه چیز کرد که خب چکایش کرد او داشت ما رو میکش به بعضی ها بودن نه هم حتی مثلا یه نفر اون وسط انقدر هیجان زده شدید شده بود که پیشنهاد کرد او رو بذاریم تو اتوبوس اولش بریم پایین بعد این سوال پیش اومد که مگه ما این کارو بلدیم مگه اصلا شاید این کی کی بوده شرایط خاص نه نگم, <مارتنور> نگم. تو شرایط خاص به حال هر کسی روش میکنه من هم اصولا آدم میان روی این مسئله اندیشی و آرام اندیشی شما خب خیلی و این پراگماتیسم میکرج به صحبت میکنین که علاقمندی شما رو به استایل ش... سیاسی آقای رفسنجانی نشون میده خب خیلی نزدیک میکنه شما رو به نوع رفتار و نوع حکومتداری آقای رفسنجانی شاید علتش اینه فکر نمیکنه که شما خیلی نزدیک هستین از از فکری از بین آدم های داخل نظام با آقای رفسنجانی تا مثلا آقای خاتمی یا آقای خامنه ای ببینید اصولا به طور کلی اگر که از حزب جمهوری اسلامی شما ایدئولوژیکش بودنش رو بگیرید این اتفاق میفته چنانکه که مثلا فرض کنید در دوره شاه آدمی با هویدا با همین مشخصات مطلوب ما بود اون چی که بین تضاد اصلی ما هست بنا به گفته یکی از آقایون که تو زندان به من گفت گفت همون کراواتی است که تو نتونستی با اومدن زندان از گردن وا کنی من تصادفاً اون روزی که خواسته بودنم چون نمیدونستم نگرمی داره مرتزایی با کراوات رفتم با کراوات رفتم اوین خب او به من گفتش که تو به این دلیل نمیتونی بعد جمله شو تکمیل کرد آه. گفت به اون دلیلی که خانمت هم چادر سرش نمیکنه ما یه تضادهای اینجوری داریم با هم دیگه که اون تضاد تضاد اصلی تره یعنی فکر میکنین که آیا اگر رفسنجانی اگر روحانی نبود میشد اگه جمهوری اسلامی قانون اساسی کشور نبود م. شخص نیستش پیچیده ترین شخصیت سیاسی ایرانه آیا مزار شما در تاریخ معاصر یا نه یکی از پیشیده‌ها ها هستش پیچیده بلی... ترین کیه من داشتم پیشترین شخصیت تاریخ ایران بعد از بعد از بعد از انقلاب که, دوست... که دوست دارید اگر 100 سال دیگه به بهنود به وجود اومد بشینه کتابش رو بنویسه و معرفیش کنه تیم صد تایر خب دوست اون که دارید کار میکنه خودی بله به همین دلیل انتخابش کردن بله حالا بله. فکر میکنید 100 سال دیگه که برگردیم به این روزها نگاه بکنیم ایرانیان اون موقع دوست دارن که در مورد کی بیشتر بدونند آیا جریان روحانی جریان خاتمیه اصلا به نظرم میشه در اون زمان آقای خامنه ای دلیلش هم اینه که معمولا مرسوم هست به خصوص فرنگی ها موقعی که در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنن با تصوری که جمهوری اسلامی وجود داره معمولا اسم بنیان گزارش رو به یاد میارن در حالی که واقعی این است که جمهوری اسلامی که شما میبینیم گزارش آخر خمینی نیست بلکه دومین رهبر کشور هست. آقای خومنی دومین رهبره؟ نه، آقای خامنه‌ای است. مقصد این که ایشون هست. ایشون صاحب سیستم کرد. چیز تو آقای خمینی به شکل قبیله‌ای مثل دوره پیغمبر داره می‌کرد یا شما یادتون نمیادش؟ یعنی لابد خوندید؟ که در یه دوره با آقای بنیستاد رو گفت میکنم تو این اتاق یه سال نیاد بیرون شما اصلا تجسم مملکت بکنین که رئیس جمهورش بکنه تو اتاق یه سال نیاد بیرون خب کرده این کاری که با موسوی آره این بالاخره یه حادثه یه شیطنتی کردی کاری شد اندسی عصبانی شد این فتنه شد نمیدونم این حرفا شد ولی ایشون دید تصورات اینطوری داشت یعنی صبح صبح که میمدش پایین یه هفتش تا نامه یا توصیه یا هشدار یا دعوا چی اه. نوشته بود اینا رو میکرد تو پاکت یکی می نوشته یک کسایی در تو دفتر صدا میکرد آهای نوری های کرباس چی اینو بدیم این. اینو بدیم به این اینو بدیم به این اینو بدیم به این اصلا فرقی نمیکنه فرق داره با سیستم این که 400 تا تینک تنک داره اه. و تشکیلات تبدیل کرده است به یه تشکیلات عظیمی که بازواش پهنه بخشی رفته تای آفریقا بعضی رفته آمریکای جنوبی بعضی ها و حاج قاسم سلیمانی شده و اینا صاحب سیستم شده و این سیستم صاحب تعریف شده غیر از اینکه قدرتی هم که قانونا بهش داده شده اصلا قابل مقایسه با قدرت اولی نیست بنابراین من تصورم اینه که یکی از رونمایی‌ها که از تاریخ ایران میشه اینه که جمهوری اسلامی چه سرنوشتی پیدا کنه رو با اون کار ندارم نمیدونم یعنی فارغ از خوبدش جمهوری اسلامی بیشتر به حساب ایشون خود گذاشته خواهد شد آقای خامنه‌ای باز انقلاب رو واقعا ولی تونست که با همین سیستم ای که گفتید به پیروزی برسونه آیا این این کلیت رو میشه داد و یا یا عوامل دیگه یا عوامل دیگه باید شد که اکثریت مردم برند بالای آقای خمینی و من یه نظریه ای دارم این نظریه رو در خلاص ترین وجه بخوام برای شما بگم سالها روش کار کردم حالا سالها شبان روز کار نکردم ولی همطور گوشه گوشه ذهنم تازگی هم در یه سخنرانی توی لس آنجلس گفتم توی سیل تو دانشگاه و اون واسه از این است که من انقلاب ایران رو سه تا حرکت مختلف میدونم که به دلیل سرعتش یکی دیده میشه مثل حرکت 24 فریم فیلم میمونه این سه تا حرکته در حرکت اول رژیم شاه به دلیل اقتصادی و نه دلایل دیگه شکست خورد در این مرحله نه آقای نقش داشت نه سیاست خارجی نقش داشت و حتی نه مردم ایران در حقیقت یک سیستمی که تمام تکیهش روی نفر آدم بود و اون نفر آدم حالا یا مریض بود یا اشتباه اقتصادی کرد یا نمیدونست اقتصاد چیه بالاخره کاری کرد و اینا اون اتفاق افتاد تو مرحله دوم خلع پدیدار شد در یه جای فوق حساس وسط مغز سیستم خاورمیانه جزیره ثبات و آزادی و فلان و اواکسا این بغل و اینا یه خلع اتفاق افتاد همه رو ترسون تو دنیا بیشترش خارجی ها بودن که ترسیدن ما در تهران بودیم یه مرتبه دی تا آمریکایی پیدا شدن تهران که هر روز مشتری بودن بیان با ما حرف بزنن انگار اومدن کنن حالا جورج هم اومد البته ولی آدم های دیگه, دیگه ای هم اومدن چه سالی بود این فیلم؟ سال پنجاه پنجا و بعد در این زمان نقش خارجی ها زیاد شد چون وحشت از زندگی بقیل از شعروی افتادن اینجا حتی جنگ داخلی ایران خیلی مسئله نگران کننده ای بود برای قرب قرب اون موقع نیاکن کنید شعروی باقی بود و این مسائل اون موقع جهان ایجاب میکرد که در این موقع خارجی ها بیشتر ترسیدند تا مردم ایران مردم ایران هنوز پیام نشنیده بودند و دوره سوم دوره است که از مجموعه این فضا خارجی ها پیام خلع رو شنیدند و شروع کردن تو این انبار گشتن برای اینکه ببینیم حالا که این رفتنی ما نمیخواستیم بره ولی حالا که باید فکر کرد به آنچه فکر نا است به قول سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران در این مرحله کی در این مرحله اون آدمی که خودشو عبور جلوی صحنه و در پاریس گرفت نشست و توی فضای چپ زده عجیب و غریب خطاب به کارتر با, با همین عنوان آقای کارتر شما میخواهید که این مرد یعنی شاه منافع شما رو این در تهران نمیتواند منافع خانه خودش را حفظ کند به مردم اعتماد کنید مردم در اینجای ما یا جهان این پیام شنید بنابراین در محل سوم نقش آقای خمینی خیلی زیاد بود در تو مرحله اول دوم مثلا نقش 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 نداشت آقای بینود. در این سال‌هایی که شما از خارج از ایران اومدید بیرون در خارج بودید خب زیادی به شما وارد شده به بقیه هم به همه وارد شده هر کسی مثل رابطه با رفسنجانی رابطه با این رابطه با اون یکی از بزرگترین اتهامی که بهتون وارد شده و می‌خواید الان بهش جواب بدید چی هست بخواید هر کسی کار میکنه و در نظر این جور چیز هم باشه و حال طبیعی اونی که به نظر شما خیلی عجیب غریب بود یا مثلا یا میخواد راجع صحبت بکنید ببینید یه, یه چیزی چیز دلازاری وجود داره که البته من توصیه دادم یک بار ولی 35 سال طولانی تر از اون است که توضیح یک بار آدم چیز کنه ببینید در مهر سال 57 موقعی که دولت آموزگار رفت و حوادث بعدی که خب همه خبر دارن یهو فضای باز سیاسی که مدتی بود شش ماه بود صحبتش میشد یهو فعلیت به خودش گرفت شاه تو صحبتش گفت و بقیه فعلیت گرفت ما من خودم حالا میگم به بقیه کار کردم بقیه هم کارهای مهم تر کردم ولی من در این اندازه کار کردم یک دو تا کار کردم و از جمله اینکه وقتی وزارت دادگستری اعلام کردش که هر کسی آزاری دیده بیاد ما شکایت کنه اه، کیهان اه و روزنامه اندگان خبر دادن که من شکایت کردم از آینکخا و جعفریان نکردید؟ حالا اصلا فضا به این که کسی شکایتی بنویسه نکرد نرسید ام. یعنی این شکایت هیچ وقت نوشته نشد به دو تا دلیل یکی به دلیل این که اصولا فضا زودتر از اینها سرعت گرفت رفت یه جای دیگه و دوم به دلیل اینکه آقای قطبی که من برای ایشون خیلی احترام قائل بودم و هستم هنوز بر من پیغام فرستادن که آقای جعفریان ببین و بگو که اینو فقط برای تبلیغات کردی منم خندیدم موقع که چون گفتن ولی طبیعتا گفتم چشم و بنابراین رفتم با آقای ویسی پیش آقای جعفریان و گفتم که به حال حرفی است تو این شرایط داری میزنیم شما من اذیت کردید ولی به هر حال شکایت به اون معنی و اینا نیستش ولی معتقدم که باید در مملکت شرایطی وجود بیاد که این نوع امور رو بریم دادگستری حل کنیم ما هم دیگه و این اتفاق افتاد نیکخارم دیدم نیکخار خودش من گفت من خیلی مایلم که این دادگاهی که میگی تشکیل بشه تا معلوم بشه که کی باید جواب کی بده این گذشت و رفت در شاه در این زمان در کاخش نشسته بود دولت هم سر جاش بود ارتش هم سر جاش بود هنوز هم به اون معنی و نظامی در کل کشور نشده بود که تازه ما حدس بزنیم چه اتفاقاتی میفته. از این ماجرا یعنی از مهر از هفتم هشتم مهر ما این شش ماه وحشتناک کشور همین تو سه تا دولت و همین اتفاقات مختلف و رفتن شاه و اومدن جمهوری اسلامی و اینا همه اینا گذشت ما روز 22 بهمن با خبر شدیم که گروه بچه های تلویزیون رفتن آقای نیخواهی گرفتن رو بردن تلویزیون نه فقط من بلکه بقیه ما هم که اونجا ایستاد بودیم همه به این کار معترض شدیم که تلویزیون جای این کار نیست وقتی با قدساد صحبت کردیم قدساد گفت میخوام یه برنامه امشب درست کنم که دو سه نفر بیان اسمم برد از آقای زارخانی و آقای سایدی گفت برای این نگشتم ولی خود بچه ها گرفتن شما چیکار کنیم اینا بچه های پایین بچه های فنی اومدن به قدساده گفتم ما امشب باید استودیو لازم داریم چون خبره یه رو دیگه لازمش داریم در نتیجه در این زمان من رفتم پایین و دیدم دوباره فریز رو و باش حرف زدم که این آخرین گفتگوی بود که بین ما صورت گرفت ازش پرسیدم چیزی میخوان یا نه و این ماجرا داره به این شکل حل میشه و بعد اومدم اومد تلفنم کرد بیرون رفت به حال رفتن و اون اتفاق وحشتناک افتاد که جمهوری اسلامی رفت دادگاه سهرایی برپا کرد و یه زیادی رو از جمله این دو تا آدم رو که به هیچ عنوانی نمیشد اعدام کرد اصلا یعنی حتی محاکمه در یک دو سال هم نمیشد کرد اصلا فرض کنید که سانسور یعنی فرض کنید ما رفتیم دادگاه دادگاه ثابت کرده است که اونم جز کسایی بودن که ما رو سانسور کرده بودن باز دیگه حکم سانسور کردن که یه همچین چیز شهید نیست ولی انقلاب بود به حال این اتفاق در وجودش میافتاد و افتاد بعدها چیزی که بامزه بود اینکه که اولین باری که کسی این رو جز اتهامات من دید سازمان مجاهدین بود که خودش جز اون گروهایی بود که اعدام هم. کردن نه. بندگان خدا رو ولی بعدا دیگران هم بهش بند کردن نه حالا این هم جز طبیعت کار دید. درس از کادم یاد در سایز که یاد میگیره دیگه نه از شما نداشت در قصه آخر قضیه که نه حالا ما ها که نوشته حالا یکی از شانسای این که من در مقابل این قضایی ها یه ذره بی این هستش که بعضی از شغل‌ها جای پنهانکاری نداره ام. یعنی من از پنجاه سال پیش که روزنامه نویسی شروع کردم از سال شلسه و به خصوص از زمان انقلاب بعد تقریبا همه احوالم نوشته شده ام. یعنی هرچی نظر داشتم نظرات هم گفتم از ضرور نمیخواستم به خونه که به نوشته شده گفته شده پخش شده فیلم شده. من. هستش، من اونجا نگاری ندارم، دارم. شاید، نمیدونم، شاید این شیوه روایی شما که خاص خود شما است، یعنی در تاریخ نگاری شما یه بافت دراماتیک خاصی کتابهای شما داره که بین نانفیکشن و فیکشن، حتی فیکشنال میشه، یه جاهایی آدم دوست داره که واقعیت به این ترتیبی که شما میگید به خونه و دوست دارید. کتاب باوری. تاریخی آره با مزه است آدم ها می تا تهش چه میدونم کتاب های شما همه کتاب است که من وقتی دستم گرفتم مثل یه رومان تا تهش خوندم و هی و ولی میدونستم که مستندات تاریخی پشت این هست چون این چرا ما باید باور کنیم آیا تخیلی در, در کار شما بوده یا نه من دو نوع با مسئله تاریخ روبرو شدم اتفاقا کلشیری پیشنهاد کرد اولین بار این قضیه رو یعنی من وقتی که از سزیات و تا وقتی ها رو نوشتم با منابع محدود موقع زیر زمینی هم بودیم بعد از انقلاب بود تمام زیرزمینی زمینی شده بودیم و شبی این کتاب هم ده ها مورد بود با منابع بسیار بسته کم به استناد فقط مصاحبه ها و شنیده های خودم یک کتاب نوشتم که اون ادعای تاریخ داشت که من الان راضی نیستم ازش از سزیا تا وقت ها میگم پرفروشتن کتاب منم هست <applause> اما بعدش این سزن نوشتم کشته شدن بر سر قدرت نوشتم اینا همه فکت بود فکت بود گیرم که نوشته به حقیوار نوشته شده بود و سعیم این بودش که شبیه نوشته های به قول شما خواندنی باشه برای آقای افشار ایرج افشار زندیات در دفاع از من وقتی که حمله کرد کسایی گفته بود که او دست کم یه نسلی رو که نمیخوندن تاریخ رو آورد که تاریخ خوند نه. در مقام دفاع از من گفته بود. ولی بعدا من دیگه اصلا قصه نوشتم و قصه نوشتم و اتفاقا اولش هم نوشتم این افسانه است باورش نکنید نه. یعنی بعدا امینه یا خانم اینا قصه بود دیگه رمان نوشتم و کوزه بشکسته آخر یعنی کتاب آخر که همه قصه بود این دوتا رو همهش نمیشه برد توی کاتگوری اما اینکه شما فرمودید که آیا مثلا اولی یا اینا؟ نه نه سالهای سال هم با اقسام این نوع کارا شده مهمترینش هم شکسپیره بله آلکساندر دوماس یعنی این خطی است که هم تا از تای تاریخ میاد یه بررسی توی بریتانیا کرده بودن معلوم شده بود که 60 درصد از های تاریخ بریتانیا تاریخشون رو به روایت شکسپیر خیلی عجیبه چون نیست یه شوخی بر. که با شما میکنن معمولا اینه که یعنی هر وقت یک قصه تاریخی بچه تعریف میکنن بعد میگن که از کجا میدونی چی شده فکت چیز میگن زنگ بزن آقای بهنود اونجا بوده بله <تصفح> شوخی های چیز من چیزی که فراموش شنیدم این که گفتن که فلانی همه چیز رو شروع میکنه از قوام سلطنه و آره شوخی های تون شنیدم شاملو یه موقع شوخی خیلی تا... آره درسته این این که من شغلم شغلی است که باید اکورنسیش خیلی بالا باشه و اگر نباشه غلط میشه و در این حال رمان نوشتم و این سرنوشته فقط من نیست میدونید که حالا خلاص معرفارقه ولی مثلا فرض کنید از همینگوی بگیرید تا مارکز اینا همشون روزنامه نویس بودن که بعدا اومدن روزنامه نویسی اصولا مایه خوبی است برای رمان نوشتن ما هم رفتیم تو همون شغل شغلی که قبلا امتحان شده بود زمینش کوبیده شده بود ولی به حال این خیلی شده این این تضادم کسایی که ایرادشو میگیرن تقصیری ندارن به حال در یه جایی یه آدمی یک نمای بیرونی داره که صحبت از دو تا سورس مطمئن و از این حرفا میکنه به عنوان نمونه روزنامه نویسی که پایش بر اعتماده بعد یه جایی بعد میره تخیلات چه مینویسه بعد این مرز اینجا هم خیلی نمیشه نگه لازی لازمی از زندگی الان من 68 سالمه به نظر میرسه که دیگه رضایت و غیر رضایت هم خیلی نقش عمده ای بازی نمی کنه یعنی معمولا در سی سالگی این است که آدم به این موضوع فکر میکنه که آیا باید راضی بود یا نبود آره به نظرم در مجموع میشه گفتش که من کلن از 68 سال و عمرم فکر میکنم غیر از یک دو سالش از بقیهش راضی بودم انگلیس زندگی میکنی طرفدار چه تیمی هستی اونجا من چه توی باختین که ام رفتاره بس نه، تیمت... نه اون ما بعدم باختیم, باختیم که میتونیم یه جوری دیگه قضیه رو کنیم <تصفح> و اون اینکه ما یه فصلی رو بعد از 25 سال که فقط میبردیم <تصفح> فصل گذشته رو هزینه کردیم برای این تیمایی که بیشتر حقشون خورده شده <تصفح> این همه بازیکن بزرگتر <تصفح> مربی دنیا بعد داربی رو باختین <تصفح> ولی نه داربی که اصلا قبلا <تصفح> اصلا حساب نیست ولی خود خود جام جزیره رو که مهمترین جامی است که وجود داره و سرنوشت داره به هر حال هنوز مدعیش مدعیش هستیم ولی چلسی میبره قطعا شرط بندی نکنید تشکر تشکرم <applause>